اواسط دهه 1940 زمان جنگ جهانی دوم همه روزنامه ها تو شوروی دستورات استالین رو چاپ میکردن زیر همه این دستورات نظامی می نوشتن مارشال استالین فرمانده کل قوا این عبارت فرمانده کل قوا رو به زبون روسی اگه یه حرف رو جا مینداختی معنیش اینطوری میشد فرمانده کل گو اتفاقا یکی از روزنامه همین اشتباه مرتکب شد و تو این ویدیو میخوام بگم که چرا مرتکب شد و چه بلایی سرشون سلام اینجا کانال یوتیوب پادکست مجونه من مسئود فهیمی تو هر ویدیو یه داستان تاریخی براتون تعریف میکنم کتاب معرفی میکنم اگه دوست داشتی کانال مجون رو سابسکرایب کن علامت زنگوله رو هم بزن و اگر دوست داشتی پادکست مجون رو به دوستات معرفی کن حواست سال 1980 قرار بود سریال شرلوک هولمز از تلویزیون شوروی پخش بشه که یهو ها زمزمه هایی شد در مورد اینکه این فیلم توقیف شده و قرار برای همیشه پخشش رو ممنوع کنند همه متعجب شدن چون کتاب شلوک هومز بارها تو اتحاد شوروی تجدید چاپ شده بود علت ممنوعیت فیلمشان رو چیه مشکل این فیلم برای دستگاه سانسور شوروی این بودش که یه جاهایی همون اوایل فیلم اونجایی که شلوک هومز به دکتر واتسون میگه که میبینم که شما افغانستان بودی دکتر واتسون تعجب میکنه میگه از کجا فهمیدی از کجا تونستی حس بزنی که من افغانستان بودم شلوک میگه خب شما رفتارات شبیه نظامی هاست حد زدم که باید پزشک ارتش باشی صورتت هم آفتاب سوخته است بازوی چپت هم مجروح شده پس یعنی تو شرایط سختی زندگی میکردی مثلا توی کشور استوایی مثلا افغانستان این حدس درست شلوک بیننده رو خیلی متاثر میکرد تمام جذابیت من به همین حدس درستش بود اما عبارت افغانستان و جنگ افغانستان از دید سانسورچی های شوروی نباید پخش میشد برای همین میگفتند سریال شلوک هومز مشکل داره ولی با یه صداگذاری مشکل رو حل کردن تو دوبله این قسمت به جای افغانستان گفتن یه کشور شرقی یعنی تو نسخه یه دوبله روسی شلوک هومز به دکتر واتسون میگه که میبینم که توی کشور شرقی بود اینجوری میگه حالا همین جابجایی افغانستان به کشور شرقی کل ارزش هنری و نابودش میکرد چرا چون مخاطب با توجه به شناختی که از شخصیت شلوک هومز داره انتظار داره کشور مورد نظر رو دقیق بگه بگه کجاست مثلا بگه افغانستان نه یه کشور شرقی کل جذابیت فیلم به همینش بود که شلوک هومز میتونست موارد سخت و درست و دقیق حدس بزنه همین بود که برای مخاطب جذابیت پیدا میکرد ولی دستگاه سانسور اتحاد با یه صداگذاری غلط اثر هنری و نابودش کرد تو این ویدیو میخوام ببینیم که سازوکار سانسور تو تاریخ شوروی چطور بوده و سازمان گلابلیت چطور کار میکرده سازمان گلابلیت به نهاد نظارت و بازبینی میگفتن نهاد اختصاصی سانسور رسانه های مختلف بود تو اتحاد شوروی وظیفه رسمیش هم این بود جلوگیری از افشای اسرار مملکت تو رادیو تلویزیون کتاب روزنامه فیلم تئاتر یعنی هر کس هر چی میخواست منتشر بکنه گلابلیت باید تاییدش میکرد هر سال سازمان گلابلیت فهرست جدیدی دریافت میکرد از اسامی کسایی که تو رسانه های عمومی نباید اسامیشون منتشر میشد واحد نظامی، نقاط جغرافیایی حساس، فجایع طبیعی و غیر طبیعی تو محدوده اتحاد شوروی یه سری کشفیات علمی خاص، اسم یه سری افراد اینا همه جز مواردی بود که نباید منتشر میشد یواش یواش اسامی ممنوعه داشت تعدادشون خیلی زیاد میشد اداره گلاولید کارمنداش برای بررسی به مشکل میخوردن مدام سوتی میدادن اسامی که نباید پخش میشد از زیر دستشون یه جوری در میرفت مثلا یه رمانی رو اجازه چاپ دادن یه رمانی با یه داستان تخیلی ولی حواسشون نبود نویسنده این رمان اسامی یه تعدادی از مخالفان شوروی رو رو شخصیت های داستانش گذاشته بود یا مثلا به یه ریاضیدان اجازه دادن کتابش رو منتشر کنه این آقا کتابش در مورد منطق ریاضیات بود ولی مشکل اینجا بود که ابتدای کتابش نوشته بود که تشکر میکنم از دکتر شین و دکتر استوکس دکتر شین و دکتر استوکس ریاضیدان نبودن که طرف بخواد کتابش رو به اینا تقدیم کنه شین و استوکس دو تا پزشک بودن یه الگوی تنفسی خاصی رو کشف کرده بودن که به اسم خودشون هم ثبتش کردن به نام الگوی تنفسی شین و استوکس استالین پیشوای شوروی هم از غذا موقع مرگ همین الگوی تنفسی براش ثبت شده بود منظور ریاضیدانه که تو اول کتابش از این دو تا پزشک تشکر کرده بود این بود که مثلا میخواست یه جوری غیر مستقیم بگه اگه استالین نمیمرد من این کتابو نمیتونستم چاپ کنم به طور غیر مستقیم از این دو تا پزشک به خاطر کشفیاتشون تشکر کرده بود چون خود نویسنده کتاب تو زمان حیات استالین تو زندان بوده بعد از مرگشون بیاد بیرون و ادامه تحصیل بده و درس بخونه و اون کتاب بنویسه یه اشتباه قدیمی دیگه که از همشون بدتر بود منجر شد به اعدام همون چیزی که اول اپیزودم گفتم تو زمان جنگ جهانی دوم همه نشریات و روزنامه ها دستورات نظامی استالین رو چاپ میکردن زیر همش هم می نوشتن فرمانده کل قوا این عبارت فرمانده کل قوا رو به زبون روسی اگه یه حرفش رو جا مینداختی میشد همون چیزی که گفتم یکی از روزنامه ها همین اشتباه مرتکب شد و احتمالا مسئول اون روزنامه کارش به تیربارون کشید این قضیه اونقدر برای سردبیرهای روزنامه های مختلف استرس ایجاد کرده بود که همیشه یه گروهی رو میذاشن به عنوان چشم تیزبین مسئولیتشون این بودش که نسخه نهایی هر متنی رو قبل از اینکه چاپ بشه به دقت بررسی کنن یه وقت اشتباهی توش نباشه که مشکلی براشون به وجود بیاره حالا گلابلیت و نهادهای نظارتی چیا رو باید حذف میکردن موارد زیاد بود گفتم هر سال یه سری فهرست جدیدم بهش اضافه میشد حالا بجز این اسامی یه سری مفاهیم زمینی هم وجود داشت تو کل یه اثر که ممکن بود نیاز باشه اون اثر رو سانسورش کنند. هر اثری بالاخره یه پیامی رو میخواد منتقل کنه دیگه وظیفه سانسورچیان بودش که خودشون رو بذارن جای مخاطب ببینن که با دیدن شنیدن یا خوندن این محتوا چه چیزی براشون تدایی میشه پس همچین کار ساده هم نبوده مثلا اگه یه فیلمی بود که کوههای قفقاز نشون میداده بعد اینو میدیدی به این فکر میافتادی که مثلا برژنوف آدم عوضیه این اثر باید سانسور میشد داخل پرانتز بگم که برژنوف پنجمین پیشوای شوروی بوده به این میگفتن اصل تدایی پیامی رو که یک محتوا میخواسته برای مخاطب تدایی کنه رو باید میفهمیدن که چیه اگه لازم شد از انتشارش جلوگیری کنن مثلا یه مثال مهم دیگه تو همین زمینه اصطلاح اردوگاه کار اجباری در آلمان نازی همیشه سانسور میشد با اینکه آلمان دشمن شوروی بود ولی سانسورش میکردن چرا چون معتقد بودن که اصطلاح اردوگاه کار اجباری در آلمان مردم رو به یاد اردوگاه های کار اجباری تو خود روسیه میندازه به طور کلی این چیزهایی که الان میگم و سانسورش میکردند به تصویر کشیدن مثبت هر شخصیت و هر موضوعی که از نظر حکومت منفی بود اشاره به یه سری موضوعات خاص مثلا جنگ افغانستان زندگی تو کشورهای سرمایهداری باید سیاه و بدبختگونه توصیف میشد وگرنه سانسورش میکردند همه ی که میرفتن تو کشورهای غربی سفرنامه مینوشتند باید به فقر و بیکاری و بدبختی اشاره میکردن وگرنه مجوز چاپ نمیگرفتن هر محتوای داستانی هم اگه منتشر میشد باید بر اساس ملاک های رئالیسم سوسیالیسمی می بود یعنی یه شخصیت قهرمان مثبت حتما باید وجود داشته باشه تو داستانش که خب طبیعتا اینجور موقع ها منظور از خوبی و بدی از دید کمونیستی بود دیگه اغلب سانسورچی هم سوادی تو مقوله هنر و ادبیات نداشتن برای همین خیلی وقت هم سوتی میدادن تازه گلاوبلیت یکی از سازمانهایی بود که دست به سانسور میزد سازمانهای سانسور و حذف اطلاعات تو اتحاد شوروی متعدد بودند زیر شاخه های کمیته مرکزی حزب وزارت فرهنگ شوروی اداره فرهنگ تو هر جمهوری اتحاد شوروی و کلی سازمانهای متعدد دیگه و البته اولین سانسورچی هر اثر خودت پدید آورنده ی همون اثر بود ترس اولین سانسورچی بود همون خودسانسوری معروف هر نویسنده‌ای که قلم روی کاغذ میذاشت همیشه به این واقعیت واقف بود که اگه حرف یا کلامی علیه ایدئولوژی حکومتش بزنه همه ی عواقبش پای خودشی، از دست دادن شهرت، ثروت، اخراج، ممنوع چاپ شدن و در بدترین حالت دستگیری و زندان به خاطر همین نویسنده و تولید کننده آثار تو اتحاد شوروی اولین سانسورچی اثر خودش بود ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردی اگه برای جذاب بوده لایک و کامنت فراموش نشه حتما این ویدیو رو با دوستاتم به اشتراک بذار رفرنس این ویدیو کتابی که دارید بینید به نام شوروی ضد شوروی نوشته ولادیمیر واینوویچ ترجمه بیژن اشتری اگه دوست داشتین این کتاب تهیه کنی پیشنهاد میکنم از لینک اختصاصی پادکست مجون که داخل توضیحات این ویدیو براش گذاشتم استفاده کنی از سایت ایران کتاب با تخفیف ویژه میتونید کتاب تهیه کنی و اینجوری از پادکست مجون هم یه حمایتی کردی آرزوی بهترینا رو دارم براتون به امید روزهای روشن